یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولی ها و سرداران سپاه که در یک صفت همگی با هم مشترکند، آن صفت دزدی است. صفتی که از طرف الله بهشون اجازه کامل داده شده برای هر نوع دزدی، غارتگری، از اکبر دزد تا رهبر دزد، حجت الاسلام دزد، آیت الله دزد، طلبه جزغاله دزد، وکیل دزد، وزیر دزد، سه تا طویله، عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد، سه قوه عمامه‌ای دزد، دزدان در طویله شورای ملی، شورای اسلامی، ملی دیگه وجود نداره، ملی مال کافراست. دو بار اسمش گفته میشه، یک بار در طویله ها و یک بار در قوه ها، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. دزدان اجازه دار از طرف الله در آسمون هشتم، چون الله در دین اسلام اجازه فرمودند که بکشید مردم رو، مالشون رو بدزدید. بنابراین اینها بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص و محکم بکنند که نکنه بیضه اسلام ترک برداره. الله آسمانی پشتیبان ایناست در دزدی های با جبر و زور. الله زیرزمینی که در 1200 سال پیش درست شد، 200 سال بعد از الله آسمانی 1400 سال پیش درست شد، الله زیرزمینی 1200 سال پیش درست شد. اون سهمشه و باید بدید آخوند بخوره. هرچی میدوزی 20%شو سهم امام بده، بقیهش حلاله. تجاوز میکنی برو با آخوند پول بده برای سهم امام، حلاله. چون تمام زور آخوند اینه که این امامو که کردن قاطی خیک روغن، حالا آوردنش قم و دارن وسط جاده درست میکنن که بیاد نصف جمعیت، دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. عدل رو میخواد برقرار کنه، عدل اسلامیه. من وقتی میگم اسلام دین خون و خون ریزیه، میگین چرا؟ امام زمان باید بیاد خون مردم رو بریزه درست کنه. خمینی میگفت اسلام خون میخواد. خمینی فواره خون درست کرد برای شما. شما میرین در قنبلعظیم زیارتش میکنید، البته پولو هم میخوریم اونجا، همه چی میدن برای او، کسایی که میرن اونجا قضاشون به راهه، همونجا هم میخوابن دیگه، چیزی نمیخوان دیگه. مردم وقتی بیکارن راحت میرن اونجا، هم قضا میخورن هم میخوابن، تمام وسائل هم براشون آماده است، فقط یه لحاف باید ببرید. خمینی هم پلو امام زمونه. حالا من نمیدونم آخونده ها که صبح میرن تایی چاه که صبحونه با امام زمون بخورن، خمینی هم اونجا هست یا نه.
ولی وقتی میان بیرون میگن فقط کاغذ از امام زمان داریم، از خمینی دیگه حرفی نمیزنن. دیروز گفتم گفته های خمینی رو سانسور میکنن. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه مطلب دارم امروز براتون. یکی درباره خدا و روح و جن، یکی درباره چهارشنبه سوری، و یکی درباره دو تا ایمیلی که نمیدونم خواستن منو سر کار بذارن یا نه، ولی به گفتنش میارزه. آقایی که اسم ایمیلش محسن دهقان بود و فکر میکرد زبونم گرفت، روشن فکره و بقیه مردم نفهمن که حرف منو گوش میدن، فقط این آقای روشن فکر هست. تنها به قاضی ندید، شما یکی دعوت کنید اونجا بیاد باهاتون صحبت کنه. آقای دهقان، شما، من نمیدونم اسمت حقیقیه یا غیر حقیقیه، من میتونم با آقای شهرام همایون صحبت بکنم، شما یک ساعت برنامه بخرید، احتیاجم نداره با من صحبت کنید، نقطه نظرهای خودتون رو بگین، چون من چیزی که میگم میگم بخونید، شما میگین نه نخونن و آخوند گوش بدن، ما بحثی با هم نداریم بکنیم. من میگم قرآنو بخونید، تو میگی نخونید. یا یه ساعت $500 من برات درست میکنم، آقای شهرام همایون یه ساعت بهت بده و بیا بشین اونجا یه ساعت حرف بزن، بگو قرآنو نخونید. فاضلی هرچی میگه دروغ میگه، بی خود میگه. به خرد رجوع نکنید، ببعی بشید. مگه من دین تازه‌ای آوردم؟ تو از کجا میدونی که من چقدر راجع به دین اسلام میدونم؟ چون مخالف تو حرف زدم و حقایق رو گفتم؟ تو میخوای 1400 ساله همون مزخرفاتی که آخوندها تو مغز ما کردن؟ مگر دین اسلام بر مبنای کتاب قرآن نیست؟ من میگم کتاب قرآن رو بخون. تو خوندی؟ من که معنی نمی کنم کتاب قرآنه، که میگم بخون هر نوع فارسیش که دستت میرسه بخون، تفسیرشو نه، معنی قرآن رو بخون. آقای روشن فکر. و یکی دیگه هست، آقای آرش 25 ساله، یا خودش رو زده به اون را، یا اینکه راست میگه و اینجوری باور داره، با ایشون هم کار داریم. و آقای سوشیانس، امیدوارم بتونم همه اینا رو عمل بکنم. دیروز براتون از آشیل و زیگفرید و اسفندیار صحبت کردم و گفتم هر چیزی یه نقطه ضعف داره. به تمام مظاهر طبیعت که مراجعه بکنید نقطه ضعفی توش هست، و اگر کسی آگاهانه بخواد کاری رو انجام بده و این کارش به نتیجه برسه، هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه از اون راه، مثل دارم بهتون میگم، دو تا کشتیگیر که با هم کشتی میگیرن، اگر یکی از اینها به نقاط ضعف اون طرف واقف باشه، فوری میتونه اون کار ازش بگیره بزنه تش زمین. اگر دو نفر تنیس باز بدونن که مثلا طرف قسمت چپش ضعیفتر از راستشه، میتونه از اون قسمت استفاده کنه. یعنی اینو در تمام دنیا، در تمام مسابقات، در تمام کارهایی که میکنن، و بعد در تمام جنگ ها اگر برید بخونید، فرمانده خوب کسی بود که به نقطه ضعف دشمن حمله میکرد و همیشه پیروز میشد. و اینا رو که گفتیم، گفتیم که نقطه ضعف جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سوریه. البته روز 13 بدرم هست، من از اون زیاد چیز ندارم، ولی روز چهارشنبه سوری مردم ایران بسیجن.
من میدونم از مثلا 10 روز 15 روز مونده به چهارشنبه سوری بیاد، این جنسایی که میخرن برای ترقه و اینا رو همه رو تعطیل میکنه و میگه شما دیگه حق ندارید بفروشید. مردم حتی ترقه زیر پای پاسدارا در میکنن و اونا دستور کامل دارن که مقاومت نکنن، برای اینکه اگر مقاومت بکنن شورش میشه، شورش کور میشه. و اگر کسی توی این ماجرا، توی ماجرایی که تمام کسانی که اسمشون اپوزیسیونه یا کسانی که در ایران به عنوان اپوزیسیون هستن یا گروه‌هایی که در ایران هستن، اینها اگر بتونن یه رهبری یه جا ایجاد بکنن که بگن مثلا اگر همه در یک نقطه یه میدانی یه جایی جمع بشن و یک مرتبه از اونجا هدفی داشته باشن، جایی بخوان برن، رهبری داشته باشن، کسانی رو آماده کنن که بتونه اینا، واقعا اون روز اگر سازماندهی بشه یه کاری انجام میشه، باور کنید انجام میشه. من اعتقادم اینه، شماها که در ایران بودید و چهارشنبه سوریا رو دیدید حتما بهتر از من میدونید، من فقط عکس و فیلمشو دیدم. به من نگید که اون بالا نشستی میگی لنگش کن، نه، من مطمئنم این کار هزینه داره، من مطمئنم گرفتاری داره، من مطمئنم اون دولتی که تا دندان مسلحه به هر صورت یه جایی مجبور دفاع بکنه. ولی این بره قضیه هم شماها این رو بدونید، تو برنامه عقاب آقای روحانی بارها و بارها گفته تنها چیزی که هر ارتشی رو به زانو در میاره حرکت دست جمعی مردمه. امکان نداره، امکان نداره بتونن اگر تعداد مردم زیاد باشه روی مردم آتش باز کنن، برای اینکه هر کسی آتش باز کنه حکم قتل خودش رو امضا کرده. برای اینکه مردم اگر خون ببینن اون وقت به هیجان میان، اون وقت وضع طور دیگه ای میشه. اونا سعی میکنن تا اونجا که ممکنه کنار بیاند و از این کنار اومدن، از این نقطه ضعف اگر کسانی بتونن در ایران استفاده بکنن واقعا کار جلو میره. اینی که همش من میگم در ایران، برای اینکه در خارج کسی نیست دنبال این کارا باشه. به شما گفتم من نه رهبر اپوزیسیونم نه چیزی، من چیزی که عقلم میرسه میگم، ادعایی هم ندارم که اینایی که من میگم همش درسته، بارها و بارها تو همه برنامه هم شنیدین، ولی به نظر من میاد این کار عملیه. گفتم دیروز یه ایمیل دادم، گفتم یه مرکزی بود دوباره ایمیل برای من فرستاده که آقای فاضلی اون ایمیل ما رو که اعلام کردی خیلی متشکریم، ایران 2009 underline pars@yahoo.com. جاش کجاست نمیدونم، ایمیلی که برای من فرستن از کجا اومده نمیدونم، ولی شما میتونید با احتیاط ایمیل بزنید جواب بگیرید هر کاری میخواین بکنین. امیدوارم یه سازمانی باشه که بتونه شما رو یه راهنمایی بکنه، نمیدونم، خودتون میدونید. این گروه ما هستیم برنامه مفصلی داره برای چهارشنبه سوری، مردم ایران برنامه مفصلی دارن برای چهارشنبه سوری. اگر این قدرت ها جمع بشن دست به دست هم دیگه بدن کاری انجام میشه. از دلاوران پارس یه ایمیلی فرستاده بود که اونا برای چهارشنبه سوری برنامه دارن، سازمان پارس یک ایمیلی فرستاده بود که افرادش در ایران برای چهارشنبه سوری تدارکاتی دیدن. خلاصه خیلی خبرها هست. اگر جوانها آماده بشن، بسیج بشن، من مطمئنم بسیجی ها به شما میپیوندن. من مطمئنم یک چهارشنبه سوری باعث سقوط حکومت دینی میشه. نمیدونم، اینجوری فکر میکنم. من کاسه
جام جهان نما دستم نیست، ولی هرچی نشستم فکر کردم دیدم که اینها نقطه ضعفی مثل چهارشنبه سوری هیچ جا ندارن و اگر خوب عمل بشه از این نقطه ضعف خیلی خوب میشه استفاده کرد. بازم صحبت میکنم راجع به چهارشنبه سوری. درود بر شما، من سوشیانس هستم، 29 ساله، کارشناس کشاورزی. 5 سالی هست از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودند، بچه های سال قبل. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد تا این عکس را دید، با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و پشت خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردی؟ من و هم‌اتاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ میشه و سقف اتاق پایین میاد. پس از مدتی دیدیم نه بابا، خبری نیست، طرف سنگ نشد، سقف اتاقم تکون نخورد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌های درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار و تجاوزها و ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌های مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفا را خواندم. از آقای انصاری کتاب دانلود کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده شده بودم مثل همه. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب‌ها ترغیب کردم. خلاصه شب‌ها کتاب‌ها را می‌خواندیم و درباره‌اش بحث می‌کردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. آقای محسن دهقان، من میگم بخونید، تو میگی نخونید. فرق من و تو اینه، دین میگه نخونید، دین میگه همینی که من میگم، دین میگه دیکتاتوری، من میگم انسان آزاده. دین زد و نقیز حرف میزنه، من مستقیم حرف میزنم. شما هم اگر دینی هستید امیدوارم دینتون رو مستقیم صحبت کنید. 500 دلار چیزی نیست. من براتون ایمیل بزنید یا تلفن کنید، تلفن من که هست. من براتون جا میگیرم، بیاید بشینید با کمال میل هر چی دلتون خواست بگید. بگید این فاضلی همه حرفایی که میزنه مزخرفه. دلیلم بیارید. تلویزیون سلام هستش، تو تلویزیون پارس دو نفر هستن آخر شبا. یه آقایی به من تلفن کرده بود که این آقایون دکترا که اینجا هستن همش راجع به اسلام حرف میزنن، میگن ما استاد دانشگاهیم، یه شغلی هم واسه ما پیدا کنین، من بیشتر از اینا از این چیزا بلدم. هر کی پول بده بهش ساعت میفروشن. من به شما قول میدم من میتونم از آقای شهرام همایون براتون ساعت بخرم. اگر آقای شهرام همایون نداد، آقای شجره حتما ساعت بهتون میده. آقای سکویی حتما بهتون ساعت میفروشه. بشینید حرفتون رو بزنید. تلویزیون سلام مجانی به شما وقت میده، چون پولشو امداد غیبی میده، ولی پول منو ده دلار مردم میدن. گرفتاری شما اونه. گاهی با خودم فکر میکنم اگر مردم ایران با تاریخ خودشان، به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چه میکردن؟ شاید اگه مسلمان نبودن تبهششان کمتر بود. به ایران آشنا شوند، این دین عقب مانده را به زبالدان تاریخ خواهند فرستاد. دین به این زودی از بین نمیره، زمان میخواد، چند دهه میخواد. ولی کسانی که ایرانی ها معمولا ملی هستند، عرق ملی دارند، اگر جوری بشه همه بخونن بدونن این عرب های وحشی 1400 سال پیش چه بلایی سر این ملت آوردند، شاید یه خورده اون
غیرتشون سر چیز بیا، غیرتشونو که آخونده از بین بردند، سر غیرت بیان و بگن که اگر اینه، و خودشون قضاوت کنن. نمیدونم، چند پیشنهاد خدمتون ارائه میکنم، هر کدام به درد بخور بود استفاده بفرمایید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. ببینید چقدر خوب شده، هیچ کسی اصرار رو حرفش نداره، پیشنهاده. من اینجوری فکر میکنم. درود بر شما. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و کشتارها هم صحبت کنید، و حداقل روزی یک رو خیلی صحبت کردم. بازم چشم. نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. بذارید من یه توضیح بدم، نوید آزادی یعنی چی. نوید یعنی امید، یعنی چیزی که به شما میگه که شما آزاد خواهید شد. این آزادی، آزادی جنگ و جدل نیست. نادانی یک نوع قفسه. یک بار دیگه ماجرای اون عربی که هر شب خرما میخورد براتون میگم. عربی بود، هر شب نون و خرما میگرفت، میرفت خونه و شروع میکرد خوردن. یک شبی پول زیادتری پیدا کرد، شمعی هم گرفت که تو تاریکی نشینه، رفت و نشست و شمع رو روشن کرد و خرمای اولی رو برداشت بخوره، دید کرموه، گذاشتم این. خرمای دومی دید کرموه، خرمای سومی دید کرموه، چیکار کرد؟ خرما رو ریخت دور، برد پس داد؟ نه، شمع خاموش کرد. یعنی خودشو در قفس نادانی محبوس کرد. دوست عزیزم، اسم برنامه من خردگراییه، منتها نوید آزادی، آزادیست وقتیست که شما به خردگرایی میرسی. میدونی چقدر بند رو از خودت باز میکنی؟ میدونی وقتی که خیلی ها برای من نوشتن که آقا من آزاد شدم، من از شر بهشت و جهنم آزاد شدم، من از بند نادانی آزاد شدم. نوید آزادی به اون معنیه، و در واقع همون حرف شماست. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. کتاب روایات خیام که از 10 تا کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. امروز درباره روح صحبت میکنم، و من به اندازه که لازم بوده درباره روح خوندم، دیگه نمیخوام بخونم، یعنی اصلا نمیخوام آگاهی بیشتری داشته باشم، چون به اون جایی که رسیدم برام کافیه. براتونم توضیح میدم چرا. برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همگی اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنند هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرند. یکیشون چند روز پیش فکر میکنم تلجه افغانی داشتی، جوونی بود، این مقداری گوشی رو برداشته بود، تلفنش هم افتاده بود، آدم ناشی بود، ولی محلی نذاشتم. ولی فرهیختگان افغانی خیلی زیادن، هم در خارج از کشور، هم در خود افغانستان. و از تاجیکستان من خیلی ایمیل دارم، کسانی که در تاجیکستان من میبینن برام ایمیل میفرستن، کسانی که در آذربایجان شمالی منو میبینن برام ایمیل میفرستن.
از ترکیه، از همه جا هستش. من وقتی صحبت میکنم برای فارسی زبانان صحبت میکنم و هر کسی که به زبان فارسی دری صحبت میکنه، ولی اونها خب بالاخره یه مقداری به اندازه‌ای که ما الان داریم به طور دست جمعی میشنویم در افغانستان امکان ماهواره شاید کمتر باشه، ولی افغانایی که بیرون هستن اتفاقا سه تا چهار تاشون جزو کسایی هستن که به برنامه من کمک میکنن. یکی از دوستانم در اروپا زندگی میکند، میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و کبرمدنشان را در مسجد باز میکنند و به کناری میاندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده، ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن میرون خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. این اسلام همینه، کسی نمیدونه. برای همین من میگم برو قرآن رو بخون. در زیرنویس برنامه تان میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. تا اونجا که برام مقدوره میگم. درباره زرتشت تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته و سروده های وی یا همان گاهان نه گادها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هممیهنان میخواهم به شما یاری برسانم. در پایان از اینکه درباره ما هستیم حرف زدید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. همیشه سربلند و سرفراز باشید. این نامه دیروز به دستم رسیده. ببینید آقایی به من تلفن کرد و حرف که به من زد خیلی بر من جالب بود. دیروز بهتون گفتم نرسیدم این حرف رو تموم بکنم. گفتم راجع به روح، جن و خدا صحبت میکنم. اول بریم سر خدا. من به کسی نمیگم خدا هست، به کسی نمیگم خدا نیست، ولی خیلی ها اصرار دارن به من تلفن کنند و بگن که اونها خدا رو قبول دارن. از نظر من اشکالی نداره، ولی من هم حق دارم فکری برای خودم داشته باشم. این آقا مرتب میگفت من صبح به صبح روی دفترم مینویسم به نام خدا، به نام یهوه، به نام یهودی بود ایشون. ببینید دوستان، من نه با الله دشمنی دارم، نه با یهوه، نه با پدر آسمانی، اما حرفی که دارم اینه: یهوه در مصر میگه که این خدایی که یهودیان قبول دارن، میگه که گوسفند بره دو ساله چاق بکش، خونشو بزن سردر خونت، من امشب به مصر، به قاهره، به همون مصر وارد میشم و تمام نخست زادگان اونا رو میکشم. قرار من تو خونی باشه که اون بالا زدی که من نخست‌زادگان تو رو نکشم. این نوشته توراته. آیا یهوه نمیدونه توی کدوم خونه کی زندگی میکنه و چرا نخست‌زادگان رو میکشه و چرا این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه؟ حالا مفسرین میگن برای اینکه میخواسته آزادی به این آسونی به دست نیاد، آزادی با سختی به... آخه این حرف مفته. این یهوه برای من نمیتونه یهوه باشه که خونه منو نشناسه. برای شما میتونه باشه، من دعوایی ندارم، ولی سعی نکن اون رو به من هم بقبولونی.
چون من چیزی رو نمیخوام به شما بقبولونم. در بیابان در اون 40 سال سرگردانی اولین سنگسار یهود میدونین کجا بوده؟ میان به موسی خبر میدن یک نفر رو گرفتیم، این یهودی است که روز شنبه رفته چوب جمع کرده و فردا میخواد با این چوب آتش درست کنه. کار کردن روز شنبه ممنوع اعلام شده بود. موسی میگه نگرش دارین، حضرت موسی میگه نگرش دارین تا فردا تکلیفش روشن کن. میره از یهوه میپرسه که چه کار کنیم. یهوه به موسی میگه که سنگسارش کنیم و فردا مردم اون رو سنگسار میکنن، میکشنش. جرم این آدم چی بوده؟ روز شنبه رفته چوب جمع کرده. آیا این کار جرمش سنگساره؟ یهوه بگه من قبول ندارم، موسی بگه قبول ندارم، محمدم بگه قبول ندارم، عیسی بگه قبول ندارم. این ظلم، این کار شیطانیه، این کار خدایی نیست که یه عده بیان با سنگ بزنن یه نفر کشته بشه. شما اول دفترت هر چی دلت میخواد بنویس، راحت قبول کن، همه اینا رو قبول کن. من رو مجبور نکنی که قبول کنم، من همه حرفم اینه. اگر الله میاد به رسولش محمد میگه که برو آدم ها رو بکش و تقسیم غنایمی که از اونجا دزدیدین و بردین من براتون شرح میدم که چجوریه، چجوری، چقدر کی ببره، که چقدر کی ببره، این الله برای من الله نیست. من نمیگم شما قبولش نکن، میگم اینو به من نچپون. حالا باز شما میای به من میگی آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری؟ شما راجع به کدوم خدا صحبت میکنی که من قبول دارم یا ندارم؟ شما فکر بکن وقتی به دنیا آمدی تو خانواده‌ای بودی که اسم خدا رو نگفته بودن بهت، الان راجع به کدوم خدا صحبت میکردی؟ پیغمبران چون حرف خودشون رو قبول نمی کردن یه چیزی می تراشیدن تو غیب. تنها کسی که این کار رو نکرد عیسی بود. کتابم ننوشت، با الله هم هر بای پدر آسمانی هم حرف نزد، موعظه می کرد، میگفت یهودیان یهودی خوب باشید، کاری به کار کسی هم نداشت. نه که من دارم میگم کتاب تاریخه، اونایی که شما برین کتاب فریسیان رو بخونید اینا رو توش نوشته، اونایی که شما دارید میگید کتاب انجیل. من نمیگم قبول نداشته باشید، میگم اگه دلتون خواست برید مطالعه کنید بخونید. من نمیگم شما خدا رو قبول نداشته باشید. اگر دلت میخواد قبول داشته باشی، اگر میخوای ببینی این چیزی که قبول داری درستی یا نه، برو مطالعه کن راجبش. من به یه قدرت برتر اعتقاد دارم، این قدرت نمیدونم. ببین دکون برای خودت درست نکن، یا خدا هست یا خدا نیست. چرا سر خود تو کلا میذاری؟ بازم میره دلیل میاره میگه خب اگه نیست پس ما از کجا به دنیا آمدیم؟ از همون جایی که خدا به دنیا آمد. خیلی ساده است. حداقل
یه انگیزه ای هست که من چجوری به دنیا آمدم، تو چجوری به دنیا آمدی. یه تاریخچه ای هست که خودمون میدونیم از کجا به کجا آمدیم. ولی خدا رو یه شبه بر ما ساختن. حضرت موسی تو آتیش دیدش، حضرت محمد با فدرال اکسپرس با واسطه میدیدش. پدر آسمانی هیچ وقت ادعا نکرد پسر آسمانی. شما برید بخونید راجع به کتاب های مختلف. من اینم امروز از گوشم ور نداشتم همینجوری که خود خستم. جواب دوستانی که میگفتن که یه خود ملایم حرف میزنی، خسته ای، برای اینکه من ریدیشن دارم میکنم و این ریدیشن روی من اثر میذاره و خستم میکنه. اینی که اگر اجازه بدید یه چند وقت ملایم صحبت بکنیم. قبلش هم ملایم صحبت میکردم، ولی به هر تقدیر تا اونجایی که بتونم سعی میکنم. شما کتاب بخرید چه نخرید، چه کمک بکنید چه نکنید، این برنامه رو ادامه بدم تا روزی که نفس هم در میاد. روزی هم که در نیمد که بالاخره نوارا هست و صفحه ها هست و نه. ولی اینایی که دارم میگم فکر نکنید قرار من فردا یا پس فردا بمیرم، حالا یه چند سال دیگه مهمونتونم. راجع به روح و جن، از نظر من این چیزها وجود نداره. شما مطالعه دارید، از نظر شما وجود داره؟ معرف ندارم. باز من نمیتونم قبول کنم. آقا من خودم رفتم احضار روح دیدم فلان. آقا شما قبول کن، با من کاری نداشته باش. من نمیتونم قبول کنم. من هیچ چیزی غیر از نظام طبیعت، غیر از اشای زرتشت، هیچ چیزی رو نمیتونم قبول کنم. نظام داره این طبیعت، حرکت یک اتم هسته و الکترونش با حرکت تمام کهکشان ها یکیه. این نظام طبیعته و بقیه چیزا حادث میشه در اثر اتفاقاتی که میفته، در اثر ترکیباتی که میشه. کسانی که فیزیک و شیمی میدونن این رو راحت تر میتونن متوجه بشن من چی میگم. وقت دارم این آقایی که سر ما رو سر کار گذاشته براتون بخونم. از کازرون یک آقایی که فکر میکنه بیش از کسان دیگه میدونه برای من نوشته و منو نصیحت کرده. ممکنه آدم های دیگه هم مثل ایشون باشن. خیلی هم آدم چیزی احترام به من گذاشته، ولی یک چیزهایی تو مغزش هنوز خامه از نظر من. ممکنم هست من خام باشم از نظر ایشون. میگه دو ساله به برنامه شما گوش میدم، برنامه آقای مشیری رو دنبال میکنم، جالب و آموزنده است همینا. البته برنامه آنقدر برام ارزشمند هست که در تمام مدت دنبالش کردم، گاهی هم ضبط کردم به کسای دیگه دادم. آقای فاضلی، شما وقتی که به تحلیل و بررسی مسائل مذهبی و تاریخی هست بس کارتون بسیار ارزشمنده. همین که از مفاهیم وارد مصادیق به خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی میشوید به شدت برنامه افت پیدا میکنه. در حوزه مسائل سیاسی هم در بعد نظری و هم در بعد مصادیق به شدت از مسائل به دورید. حتما شما درست میگید. البته خود شما هم به این امر همیشه از آن داشتی. باش، هرچی شما میگید. ولی یک مسئله هست باید حتما به آن توجه داشته باشید. آن هم مبانی نظری هر مقوله است. به عبارت دیگر نباید سخنی گفت که در زمان و مکان دیگر سخن دیگر شما را نقض کند. چرا؟ چرا؟ هر روزی انسان اشراف جدیدی پیدا میکنه. هر روزی انسان یه چیز تازهی میفهمه. اگر من بگم همون چیزهایی رو که 15 سالگیم قبول میکردم امروز قبول میکنم،
کودنم، متحجرم، سنگم. من ممکنه امروز یه چیزی رو بگم، فردا بیام بگم دیروز اشتباه کرده بودم، امروز این رو فهمیدم. ما آدم هایی داریم اینجا 85 سالشونه، هنوز که هنوزه متحجرن. اینا در مثلا 50 سال پیش، 55 سال پیش سنگ شدن، همینجوری موندن. من سعی میکنم با زمان جلو برم. این شیوه باعث میشود که شما در مجادلات کلامی دچار مشکل نشوید. من با اون چیزا زیاد آشنا نیستم. آخه اگه شما اونجا زیاد مشکلی ندارید، اینجا اما ما باید برای هر جمله‌ای که میگوییم ساعتها و ساعتها به بحث و جدل بپردازیم. بسیار کار زشتیه. دو نفر که با هم بحث میکنن، مبادله کلام میکنن، نه جدل. دو نفر که با هم بحث میکنن، بحث میکنن از هم یاد بگیرند. سعی نمیکنیم این اونو قانعش کنه، لولش کنه، بچپونتش توی سوراخی، پدرش رو دروردم، سوارش شدم. نه، غلطه. این بحث نیست، این جدل. خودت هم نوشتی. دو انسان وقتی با هم حرف میزنن، دیروز من اول برنامه هم گفتم که دوستان زیادی تو برنامه اون مهمونی ما هستیم بودن که آقای شهرام همایون داده بود. من ممکنه نقطه نظر مشترکی نداشته باشم با اونا، ولی دشمن کسی نیستم. اونها نظرات خودشونو میگن، منم نظرات خودم میگم. ما باید از همدیگه یاد بگیریم، نباید اون چیزی که توی مغزمونه تو مغز همه بکنیم. آقای فاضلی، شما به شکل کلی از مردم ایران تعریف میکنید، هرچند انتقاداتی هم دارید، ولی همین که بر روی مصادیق، این لغت مصادیق از کجا آوردی اینقدر باهاش چیز میزی؟ میدونی لغت مصادیق یعنی چی؟ یا فکر میکنی حرف قلمبه‌ای میزنی؟ مصادیق جمع چیه؟ برو مطالعه بکن ببین این لغت مصادیق رو، چون خیلی به چیزت خوش اومده، خوشت اومده از مصرف این کلمه. مصادیق مردم ایران میرسید، یک جور حس کینه بروز میکنند. اگر من با مردم ایران کینه داشتم، همه عمرم رو صرف این نمی کردم که بتونم چهار تا آگاهی به مردم ایران برسونم که مقداری با چشم بازتر به من نگاه کن عزیزم. حالا خواه این مردم همکاران شما باشن، سیاسیون داخل و خارج کشور باشن، شاهی یا مصدقی باشن یا هر کس دیگه، شما گاهی از هر کسی که درون کشور است و مستقیما به آخوندها فحش ندهد انتقاد میکنید. من نمیدونم حرفی که میزنید من قبول ندارم. نه، اینجوری که شما میگید، ببخشید، عذر میخوام، غلطه. ولی واقعیت اون این نیست که شما فکر میکنید. شما اصلا نمیدونید من چی فکر میکنم. قرار نیست هر کسی مثل شما فکر نکنه خائن و نادان باشه. 100% با این حرف شما درست موافقه. دقیقا درست میگی. هر کس مثل شما عمل نکرد خود فروخته. من هیچ وقت همچی حرفی نزدم. هر کی مثل من عمل نکرد خود فروخته. شما برداشتای شما یه گرفتاریایی داری، حالا بعد بهش میرسیم. ممکن است هر کس از لیدرهای سیاسی داخل و خارج برنامه‌های مختلفی جهت مبارزه ارائه بدهند. اگر پیدا کردی اون لیدرها که برنامه‌هایی ارائه دادند و من ازش بیخبرم و شما با خبرید، به من ایمیل کنید، من اون برنامه‌ها رو بخونم. ولی شما فقط به یک یا دو مورد آنها اعتماد دارید. من اصلا هیچ کدوم رو نمیدونم. که ببین از خودت همینجور حرف زدی عزیز من. آرش جان 25 سالته، یه مقداری فکر کن. آدم وقتی 25 سالشه فکر میکنه که همه چیز رو در همه جای دنیا میدونه. منم مثل تو بودم. یه مقداری فکر کن. با کلمات بازی کردن هیچ اتفاقی نمیفته. اینایی که تو میگی به من نمیچسبه. من اصلا لیدر رو نمیشناسم که به اونا اعتماد بکنم یا نکنم. بقیه یا براتان احمقانه است یا یک بازی که توسط اطلاعات جمهوری اسلامی صورت میگیرد. گفتم بعضی جاها مثل این که میخوای منو سر کار بذاری.
آقای فاضلی بذار صادقانه شما را از افکار نسل امروز مطلع کنم. ایشون در کازرون افکار نسل امروز رو، افکار نسل امروز ایران رو، یعنی 45 میلیون جوون رو میخواد به من بگه. اگه شما میگید ایران را دوست دارید، دلتون براش میتپه، تصور نکنید فقط راه حل شما و افکار شما راه صحیح باشد. چه راه حلی من ارائه دادم که از نظر شما ناصحیح بوده؟ عزیز من، یا متوجه نیستی چی میگی، یا باز گفتم میخوای من سر کار بذاری. همه ایرانیان ایران را دوست دارن؟ نه، همه ایرانیان ایران را یه تیکش را میفروشن. الان یه گروهی هستن بگن آقا ما آذربایجانی هستیم، از دولت امریکا پول میگیرن، چون دولت امریکا یه سیستمی داره که ایران تیکه تیکه کنه. تو نمیتونی اینو بگی که همه ایرانی ها ایران رو دوست دارن، ولی ایرانیان ایران دوست تعدادشون خیلی زیاده، حتی آخوندا. این یکی رو اشتباه میکنی، 100% اشتباه میکنی. آخوند مملکت نداره، آخوند رو تو نمیشناسی. ما رفیقای زیادی داریم که آخوندزاده هستند و مثل شما فکر میکنن. آخوند هیچی نداره. منتها مشکل اینجاست که یه عده میگن فقط ما درست میگیم. ببین، رو در دیوار میپری و به همین بهانه مخالفین رو سرکوب میکنن. این اتفاقاتیست که تو شهر شما میفته. شما تو یه شهر زندگی میکنی، من دنیا رو یه جور دیگه دارم میبینم. بنابراین ما تلاش میکنیم ساز و کاری شکل بگیره. ما کیه؟ راجب خودت حرف میزنی یا گروهی؟ ما کیه که همه در کنار هم زندگی کنن؟ باور کنید خسته شدیم، با هر کی صحبت میکنیم یه انگ به ما میزنن. این گرفتاری حکومت آخوندیه، این گرفتاری عدم فرهنگه. اینجا هم همین کارو میکنن، هر کی با هر کی حرف بزنه 7-8 تا مور تو جیبشونه میزنن تو پیشونی مردم. در حالی که حاکمان اینجا، حاکمان به جانمون افتادند، امان ما را بریدند، این حاکمان همون آخوندهایی هستند که گفتی وطن رو دوست دارن. اگر با سران یک کشور دیگه صحبت کنیم به ما میگن شما جاسوس. شما چجوری میتونی با سران کشور صحبت کنی؟ ببین، یه جا مثل آدم بزرگا حرف میزنی، یه جا مثل بچه ها حرف میزنی. وابسته به بیگانگان هستید. اگه با ایرانیان خارج از کشور صحبت کنیم، بلافاصله ما را به همدستی با ضد انقلاب متهم میکنن. از اون طرف هم هر کسی از زن خود یار ما میشه. اگه مثلا دستورالعمل ملی‌گراها رو مد نظر بگیریم، از سوی سلطنت طلبان متهم میشویم. شما ایرانی نیستید. من برعکس شما ایرانیم. من با اینکه قسمت اعظم عمرم خارج از کشور زندگی کردم، ایرانیم. شما یا همین هایی که گفتی سلطنت طلبی، یا نمیدونم ملیگرایی، یا از این چیزا میخوای به خودت ببندی. من میگم همه باید ایرانی باشن. تو خودت گفتی همه ایرانی ها ایران رو دوست دارن. الان داره ضد خودت حرف میزنی که اومدی از من انتقاد کنی، یا اومدی خودت چیز یاد بگیری، یا اومدی من سر کار بذاری، نمیدونم. و بالعکس خارج نشینان در بیرون گود نشستن و میگن لنگش کن. باش، آخه اینجا گروه زیادی هستند، خیلی ها هستن اصلا با ایران کاری ندارن، مثل اونا که حالا بعد آن نوشتی، اونا فقط با گوگوش کار دارن. شما با گوگوش کار داری؟ شما مگه اینجا بودی جزو کسایی بودی که میرفتی گوگوش هم دیدی؟ ولی کسایی هستن ایران توی وجودشونه، تو چمدونشون نیست. یکسانی هستن اومدن اینجا، یادشون نرفته از کجا آمدن. من 74 سالمه، 40 سال عمرم خارج از کشور بودم. میدونی یعنی چی؟
اینجا هم نشستم از کسی پول بگیرم، پول درارم، کاری بکنم، چون فکر میکنم به مملکتم بدهکارم، این حرفا رو میزنم. و برعکس اون که تو فکر میکنی، من از سیاست خیلی خوب میفهمم، اما نمیذارم سیاست سرم و کلا بذاره. اینقدر ساده ای که وقتی من به تو میگم من سیاست چیزی نمیفهمم، قسمت دومش رو گوش نمیدی. میگم هر جا من رفتم با سیاست مواجه بشم سرم کلا رفته. پهلوانیه که من هر جاشو میگیرم میخورم زمین. من اینقدر فهمیدم. اون حرفی که شاعر گفت، تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. ولی تو سیاست مداری، تو میخوای بری و این سیاست رو بگیری و خورد کنی و به هر صورت اظهار عقیده‌ای میخوای بکنی. قلمه رو کجا گذاشتیم؟ میخوام علامت بزنم اینجا، چون این بحث جالبیه، فردا بتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم. بیرون گود نشستن رو میگن لنگش کن. این رو از این نظر خوندم که خیلی از شما ایرانی ها ممکنه فکر کنید تمام کسانی که بیرون هستن، اینها آدمای بدی هن یا آدمای خوبی هن، یه دی بودن نتونستن اونجا زندگی کنن، اومدن بیرون، به اولین کشوری هم که رسیدن یا زن و بچهشون رو بردن یا اونجا ازدواج کردن، یادشون رفته ایران کجاست. یه دی اومدن یه کاسبی برای خودشون درست کردن، یکی وکیل شده، یکی نمیدونم دندونساز شده، یکی پزشک شده، یکی کلو کبابی شده، یکی سوپرمارکت درست کرده، اونها هم کار خودشون رو دارن میکنن. یه دی اومدن رادیو تلویزیون درست کردن، یه کسی تبلیغات جمهوری اسلامی میذاره، اگه یه نفر دیگه بیاد تبلیغات، ببینید الان آقای شبخیز 4 تا فرستنده داره، آقای تپش 3 تا فرستنده داره، اینا وقتی که اون آقای اندیشه میاد، اینا باهاش دشمن میشن که ای بابا تو میخوای بری تبلیغات ما رو بگیری. یا مثلا این AFN که میاد، اینم باید یه مقداری تبلیغات، تبلیغات یه قسمت میشه دیگه، الان شدن 10 تا که تبلیغات میگیرن. اون یارو مسافتی هست، نمیدونم، خیلی هستن، حدود 20 تا هستن که اینا تبلیغات دبی، با تبلیغات دبی زندگی میکنن. یه دی هستن تبلیغات دبی ندارن، زیر زیرکی با اون بر کار میکنن، صورت ظاهرم تلویزیون ملی هن. یه دی هستن میان هیچی ندارن بگن، شروع میکنن به کسان دیگه دشنام دادن. یه دی هستن اومدن فرش فروشی کردن رفتن. هر کسی یه جوری نون خودشو در میاره از این کار، این لغت منو بشنوید، نون خودشو در میاره، برای کاسبی اومده، هیچ اشکالی هم نداره. یه کسی ضمن این که نونش خود داره در میاره، یه کمکی هم به شما مردم میکنه، یه آگاهی میرسونه. من یه آدم استثنایی هم، من زندگیم تأمینه، کاری هم به ایران ندارم، پستم نمیخوام بگیرم، نه نخست وزیرم نمیخوام بشم، سپورم نمیخوام بشم، وظیفه بدهی میدونم که بشینم این حرفا رو بزنم، اصراری هم روش ندارم. ساعت من گذشت، الان دیگه آقای اپراتور گرفتاری پیدا میکنه با این کار من. فردا این بحث رو ادامه میدیم دوستان. دیگه روزهای آخر فوریه است، هر کاری میکنید بکنید، اگرم نمیکنید که دیگه خودتون میدونید. میگم من تصمیم گرفتم که هر جوری هست کار رو بگذرونم، چه شما کمک بکنید چه نکنید. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.